20 دیگه مونده تا تهران. آره حالا اگه خلوت باشه ترافیک نباشه میرسم تا 45 دقیقه. آره دم جنت آباد یه قربه تو برم. آره خدا حافظ. شک من اینجا نشستی؟ بیا من خوشی بیا تو اندک تو بده. چپ پکه جری لوئیز و فیلمایی که خواسته بودین رو گذاشتم اونجا، اگه اجازه بدین من دیگه میرم. کجا برات شربت آوردم؟ نه دیگه دیرمه من. علی تارا داره میره. مسافرین محترم بفرمایید سوارشین حرکت می‌کنیم. جا نمونن آقا. چای سرد نشه. دوربین داره دوربین داره جاست بالا سمت چپ دوربین داره بچه‌ها فقط مال وایسیشو نذارین روشن بودن. من کجا فهمیدم مال وایسیش شده؟ دوستان اصلا تا بخوام بفهمم ما پرشومی ما اومدیم. وایس اصلا تو خیلی عزیز. بله باز بده. ایمان! بودو سفتا. ها کجا رفتی شما؟ ها یه غذا رو کشیدن یه غذا رو ندیدی؟ اکبای کلا اینجا بود فندک بشت دادم من بردتش نگفتم حواسه بینی همه چیز باشه رفتی چیز بزنی بیا مطمئنی ندیدی بابا همینجا بود جای همچی چکار میکنی؟ تو تهران کیو داره؟ آخه یه پسر داره آدرس حساب کتاب باشه بعدن نه چه بعدن هدفه بعدن بعدن ببین تارا صدا تو برای من مولر نکن ما اینجا آبرو داریم آقا موری تعبیر بگی رو صرف بزن تو جواب منو راست میگه دیگه راست میگه دیگه خسته شدم آجی خسته شدیم اگه تاله پولتو خوردیم من بزن دیگه حالا اوله من که خودم پول من همیشه مگه خودم پول ندادم یه دفعه میبینم ولش کن موری میبری باشه بشین تو میبری دیگه یکی تو سرت موری دیدی میری خونه میخوابی یا آنلاین نشی میفهمم
آره خدا فرد. آره ببینم باشه 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 دوره دوره ببینم الان بیا رو برداشم در بزن الان بیا رو بردارم پوله که دادی الان بیا رو میبری رفت دیگه الان بیا کو آخ مون تو ماشین اون دیشینم از الان بیا آقا معنیشی یه آدم همش ضرر باشه خدا شاهده 100 کیلو ضرری ما چه گوی خوردیم با تو پسر خاله در اومدیم کرم که شدی نمیشنوی آقا برای چی الان بیا رو دادی این دختره ببره دختره کیه ماست با تو دارم صحبت میکنم آقای مریخان کیه با کومنه کی؟ میگم منمه کی؟ صدا آقامه آقات؟ امکان نداره و ارواح خاک مادرم صدا آقامه آقات این وقت شب اینجا چی کار میکنه؟ اصلا امکان نداره آقا تو باشه من دارم میگم صدا آقامه کیه؟ بابا کنین دیگه صدا آقاته آقا جون نوکرت هم این ورا چی شده آقا جون؟ بیا تو در چی شده؟ اکبرمون سلام پارسال دوست امسال آشنا هست علیک اینجا کسی نیست؟ اگه ما رو آدم حساب کنیم ما هستیم میگم حالا چی شده بعد این همه سال یادی اما کردی اونم این وقت شهر الان وقت گلگی نیست که ارزه یه لیمان آب سنگیر خونک باشه یا آب شیر باشه؟ آب شیر باشه آب شیر اینجا هست شکر رو میتونی بخونی؟ این آبش خوب نیه داخل بیار ارزشو داری یه کاری واسه من بکنی واسه جفته بود ارزشو که میدونی دارم تو چی باشه؟ میخوام اینو بگیری اینه تو خود چی شده ازش بازه بدن؟ این چی هست؟ بعد هم واسه میگم فقط یه جای امن بایدشون همینجا امنه بیا تو اینجا که نه بابا اینجا که پیداش میکنن که کیا؟ همونا که دنبالشن اونا آدرس اینجا را کجا دارن؟ بابا سفتر رو دارن با 2000 آدرس اینجا را هم دارن دیگه مرد حسابی بعد این همه سال اومدی اینجا برای من دهده سره تا آوردی؟ آقا بردم بدبخت میگم با این نوه نتیجه همونا خوشبخت میشن آخ تو برای من چی کار کردی که بخوای برای اونا بکنی؟ برای تو کردم آقا من تو این محل بندازه کافی تابلو هم تو بدترش نکن خب تو سرت با پوله میشه تمام این محل رو خریم خدا فکری اما که مگه توی چیه؟ به هیچ که چی نمیگم من غلط بکنم اما که چیزی بگم بیا اینو یه جایی رستا بباییم میکنی منم پشش روز کنم کجا میگم؟ بهتر شما ندارم آخ یک تو به من کلید بدیم کلید دیگه برای چی؟ شاید اومدم شما نبودیم آقا جون اگه اینو اومدن اینجا چی؟ مهم نیست مهم اینه که این اینجا نباشه 5-6 سال من رو ندیدیم 5-6 دقیقه همونش بود اصلا ندیدیم آره دیگه شطور دیدی ندیدی دیگه آقا جون خیالت از بابت این تخت باشه گاویا من مطمئنم هیچ کس دنبالش نیست آقا من مطمئنم نه کسی دنبالش نه توی چیز مهمه این خط این نشون بیا اومدن دیدی گفتم نمالشن جلو در فرار راه فرار نیش داره این در راه خدا در رو بستی آقا جون آره در رو بستم میخوایم بریم تو در ببنیم چرا خور خاموش کنم اصلا بذار من برم ماشون صحبت کنم بگم شما اینجا نه اومدی چه بکنی بابا فیل کن آقا جون فقط یه راه هست از این راه پله بریم پشت بود بیا شما بریم شما بیا برو آقا شما بیان بریم آقا چی شما من شما رو بذارم برم بیا خیلی لهم اصلا مهم برو بابا میخوای شما بریم من با میسم مقاومت کنم مقاومت چی مگه جنگه آقا جون بیا شما با ما بریم بیا شما با بیا با ما بریم آقا جون بیا 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 شما با ما بیا همیشه وقت فراتون میکشه قبرستون قبرستون من میرم قبرستون اینو بشم کجا داری میری آقا مگه نباید بریم یه جای امن پیدا کنیم اینو قایم کنیم کجا دارم میرم کجا من بگم اونم بایستا بایستا
آها ببریم خونه متروکه که سه تا خیابون بالاتر اونجا که لونه زنبوره. آره همون نه اونجا نه چرا اونجا نه میگن جن رفتم میکنم من میترسم چرا بکش تو مگه به جن اعتقاد داری موری؟ نه اعتقاد ندارم. خب چی میگی؟ ولی من به هر چی اعتقاد ندارم درست عذاب در میاد. آها ما دو تا با همی من چی میترسم؟ آها اون دو تا با هم باشن چی؟ ما دو تا ایم دیگه. آخه اون سه تا باشن چی؟ آها ان شاء الله که نیستن. چی میگی آخه؟ بیا آخه باشن نیستن دیگه. میگم تو مطمئنی کسی توی خونه نمیره بیاد دیگه؟ نه مطمئنی؟ تا اونجا که من مطمئن نمیشه که نمیره. پس ببر روش رو در. من نمیتونم ببرده، من میترسم اینجا جن داره. صابر موری جن ترس داره؟ صابر جن ترس نداره؟ وای موری این حرفو نزن، جن ترس داره. صابر جن ترس نداره؟ نه. خب چرا خودت نمیری تو؟ خب نمیبینی اینا دستمه؟ خب اینم دست منه. خب کیفو برای چی میاره؟ خب ما کیف میخوایم الان چیکار؟ همچی کاری سختو من بدن آج جواب من دوات. میبینی من تو هم موری؟ بیا بریم تو. کی داره باز کرد؟ جن من گفتم اینجا جن داره. موری من واقع کردم الان یکی میاد میبینه. بیا بریم. او من راک اینجا جن داره. بیا تو خودم یه جا پیدا. بذارم اینجا بذاری؟ بابا اگه آقاد بودن کجا میذاشه همونجا بذاری؟ بیا دیگه بابا پایین هم اینجاستی. بیا خواهی صافن خاک خسته. وای ماری ها انداخت صافت جنه پا انداخت. من گفتم اینجا چی میگی؟ چرا توقع زدی؟ جنه نیست اینجا. نه کیو بذارم اون بذار یه جا دیگه بریم دیگه. عزیزی ما میگه نگفتیم بابا بود کجا مزش بابا بود میذاشو خاک. بابا بذاش تو خاک. من چیکار کنم؟ من کف اینجا رو بکم کف اینجا موضوع اتصابه. عزیزم نخواهی یه چیزی بپیچم کاتو بیچش کنم مثلا مون بقیم. اما چی کبتی باید بکنه من آن؟ یه جفا پا من آنده بازی هم داد. یه دقیقه اینجا واسه من برم ایسی پیدا کنم. بیا کجا داری میری؟ کجا میری؟ بیا با همین میکنیم دیگه. اونجا نه چون اونجا نمیری فاصله به کجا رو اونجا بیا میبه در دیوار رو میگه که حداقل پیداش کنیم. بیا من میکنم همینجا که یادم باشه کجا رو کنم. باشه من همینجا. خیلی خوب آقا سر اول اینو بیاریم واسه ببینیم چی کیو بزنم. اینو بزنیم واسه کیو بزنم آقا اینو بزنیم واسه ببینیم واسه چی توشه. من اینو به درد کار میخوره یا نمیخوره بزن چی واسه. عصبی شدی موریا؟ یه کار خودمه. کو
کجا میزن؟ چرا اینقدر خاک منطقه سفته؟ کجا رو داره میزن؟ عینک تو بزن، عینک رو بزن لعنتی. این خاکه دیگه صابه؟ کجا زده؟ کی؟ بابات. مرد حسابی درست صحبت کن، مگه بابای من دوزه؟ مگه نه دنبالش کرده بودن؟ آ چه ربطی داره؟ شاید اون دوتا آوردن بدن بابا بفروشن، بابای من صلاح دیده برداشته. خواهی نسمش چی میشه؟ دوزی میشه ولی قشنگ نه اینجوری میگی تو رو دوزی میشه. چه بدم؟ چرا دست زنی پادشاهی چیزی باشه؟ چقدر میارزه؟ خیلی میارزه. میام تا کجا فهمیدی دست زنه؟ معلومه دیگه، نهیدی چقدر جواهرات بهش وصله. خب پادشاهی قدیم همش جواهرات مینداختن. ولی خب خیلی ظریف بود دیگه. بس خوب شد نذاشتم دست بزنی بهش. نه اموری اسکلتو محرم هن؟ اینو دیگه نمیدونم، دستم خورده. نه نمیدونم. آقا من میرم جلو، من میرم جلو. آقا همینجا رو داریم میکنیم، اینا میکنیم، واسه میخوای بری جلو و دیگه. نه اینجا رو نمیگم که، میرم جلو با پوله، میرم تارا رو میگیرم. خواستگاری میخوام میدن بهم دیگه این دفعه. بابا برو ببینیم بابا، مگه این پول ماله توئه که میری جلو؟ پس مال کیه؟ برای منم بابامه. بابا این همه زحمت کشیدم من، دل خودم منم باید دعوت کردم واسه خیلی خودم. بابا یه سلسه این برای منه، سلسش مال توئه. برای من نیست. نه من کار نمیکنم. آقا شوخی هم نمیشه با کد، مال هممونه دیگه. بکن بابا هسته دیگه. این رای بره بره تلفن در اصلا سابقه نشه. بابای من تلفنش خاموش باشه، اونم تو این شرایط که ما قرار به قرار یه چیز دوزیده بودم حالا تلفن خودم جواب نمیدارم. آخه اگر من هم چیزی بدون اجازه صاحبش از جای برداشت به جای دیگری منتقل میکردم. بابای من تو چه خب دیگه آقا هرچی، من عذر میخوام. اونو تارا رو بگیری یا نمیدارم فلان و همین چی نچاری دندون تیز کردی برای چه خبره ماری؟ آخ آخ بدبخشیم در جمعوری ماهواره هست. آقا آره نیروی انتظامی ویل کرده، داده نظارت بهداشت داره جمع میکنه، با آمبولانس اومدن جمع کنه. چی میبیو با تو چی نشان استعداد کرده؟ تو هم نمیشه زرف خانم نمیتونه. مگه چند سال دیگه این محلم چی شده؟ والله یه بابای هم بالا افتاد. بابا کی؟ نمیشناسم. ایش اصلا چی شده؟ نمیدونم افتاده بود اینجا. واسه حدت به سر آقا. آقا بابامه، بابامه. شوهر خانمه، شوهر خانمه. بیا 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 صاحب من زنگ میزنم تارا بیاد دنبالمون. تارا تازه بیاد دنبالمون تا بیاد ما رفتون نمیخواد. بابا تا اون بیاد ما یه چیزی میخوریم، من دارم گرسنگی میمیرم. آقا موری پس تو از اول هم نمیگفتی بریم بریم گیر تارا بودی، فکر نکنی ما خریم. بابا ما 15 روز اونجا بودیم همه کار رو انجام دادیم دیگه، برای 40 روز بابا دوباره برمیگردیم. خب آقا شاش فسفوری روی مال واسه هم دادم هم بده زر میزنه. اینو میگم بده آقا این ساکه مال شما جان. من به جان خودم هم به تارا فکر میکنم، به مشتریا فکر میکنم، به ارواح خاک آقام تو فقط داری به تارا فکر میکنی. آقا چی تو داری میزنی؟ ای بابا بابا اونو چال کردی برای تو اهمیت نداره؟ آقا پدر تو که چال کردی اونو خیالت راحت، خدا رحمتش بکنه. این که الان دیگه چال کردی برای ما اهمیت داره؟ اهمیت داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ بلند بگو من بشنوم. یه صلوات میگم داره دیگه. من به این تارا بگم سر اون بگم با بچه دیوونه هم میگم کلید بده. خدا بیامرزه باباتون. خیلی ممنون، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. انشالله بریم تو صحبت میکنیم. بفهمید. نه بابا تو چرا، همه جا بگید. زشت آدم رفیقای باباش خونه را نده. رفیقای آقام که پس چرا من تا حالا ندیدمتون؟ آه اصلا مراسم کجا بودین؟ مراسم کجا بودن؟
بودی یه گوشه وایساده بودی الان برو یه گوشه وایسا بهش میگم یه گوشه وایسا چه برو تو به سخانم بودا بالاخره بیتو شوشو موری ما نه چیزی دیدی نه جای خبر داریم فهمیدی چطور دیدیم ندیدیم بازینو گفت بعدم تو مریضی زر میزنی وجودم نداری لات بازی هم نمیدونم گفتم برادر هجله بکشم دیگه چرا مثلا کشتی عمرن اینا دیگه پیداشون بشه باز از اون حرف خانم از خانم از خانم ببخشید ولی شما کلید از کجا آوردین کاروان سراس پسر جون میای تو گفت که ما دوستای پدر خدا بیامرزتون هستیم اصلا اون شبم خودمون زنگ زدیم اورژانس این کلیدام از تو جیبشون وقت شما چی خانم ولی آقا پسر شما همیشه اتفاقی بالا سر جنازه رفیقاتون پیداتون میشه اتفاقی نبوده بذار میام تو بهت میگم نگفتم یه گوشه باشا موری یه لحظه اجازه بده آقا پسر برای بار آخر بهت میگم کاری داری همون بیرون تو خبری نیست تمام آقا صابر یعنی نیاییم تو صحبت کنیم کیا دیگه باید تو صحبت کنیم من ازم نه موری بفرمی بذار بیام تو فقط مجردیه این خونه احتمالاً یکم به هم ریخته است بفرمایید تو بفرم آه این خونه چرا به هم ریخته است ماری؟ ما فقط یه نگاه انداختیم اونم به خاطر رفاقت با بابا کار شماست این یه نگاه خانم زدی خونه رو ترکوندی؟ آقا ماری بفرما تحویل بگیر بفرما اینجا چرا این وضعیه چرا به هم ریخته است اینجا؟ چیزمونو پیدا کنیم خودمون مرتبش میکنیم خانم چیزت تو خونه ما چی کار میکنه؟ اونشو نمیدونه اونش هم نمیدونه کلید داره اونش هم نمیگه اون چیزمون هست چیمون؟ چیزمون دیگه ما این همه چیز داریم توی خونه ببین چیزی گم شده یا نشده آه ما چیزی بر نداشتیم دنبالش چیز خودمونیم چیزمونو بدیم ما میریم یه لحظه به من اجازه بدید خانم یه جور بگو ما هم بفهمیم چیز چی کشک چی چیز ببین صابر جان جانا بابای شما یه چیزی که سهم همه ما بوده دو دره کرده خدا بیامرز این اخلاقشو دوست نداشتم پیرمردو بله درست میفهمی ولی خب ایشون که دیگه درصد الان پرت شدن پای نکنه شما دو نفر نه نه دیگه خودشون پاشون سر خورد افتاد مرد جون صابر به جون داداشم ما چیزمونو ازش نگرفته بودیم بخوام پرتش کنیم آقا شما از کجا میدونی که چیزتون اینجا برای اینکه اکبر آخرین بار اینجا بوده خیلی خب شما هم که اینجا رو گشتین تمام آخه شاید تو آمبولانس یه چیزی بهتون گفته که شما به ما نگفتیم وای ماری ببین چی میگه خانم آقای من تو آمبولانس فقط وقت کرد بمیره هیچ چیزی هم نگفت تموم شد و رفت شما هم یک بار دیگه اینجا پیداتون بشه تحویلتون میدم به صدادت ببین چه جوری ناراحتش کردی خفه شو کی با تو حرف زد به نظر اجازه بده درست میگه دیگه تو بعضی موقع تون میشی به خصوص با خانم خانم معذرت میخوام پسر خاله من آخری است خرجت ببین من اعصاب ندارم ها همون که گفتم این سایه دنبالتونم روانیه ببندینش داداشم آها میبینمت چرا نمیدونی گوشه وایسه آره داداش بعد تو مطمئنی اصلا آقا اینا خوابن دیگه آره آره بابا صد بار گفتم بیرون همیشه اول شب میخوابه بجا شب و جمعه که فرداش تعطیل شش بجنبم میگم صابر ما که داریم تا اونجا میریم اینو ورداریم بیاریم ره بره نریم اونجا جای خطرناکیه به جان خودم موری ده بار بهت گفتم اونجا امتره ما میریم یه عکس از این میگیریم میبریم به نشون میدیم به مالخر تمام مالخر مطمئن سراغ داری تو این حرف آدم مطمئن وجود نداره با چی میگی آقا باز اینا رفیقای آقا من ببین فناش ندیم و بدبخت میشیم این همه زحمت کشیدیم ما براش خب بعد یه ذره خودمون سرون نیست که پاشو برو دیگه کجا میری تا من نمیدونم جلوی در هستن یا نیستن داری من این بر میری مارپل بازی در نیاره بیا پرو بینم چرا درست اومدی؟ همین جا بود مطمئنی؟ تا اونجا که من مطمئنم
دوربین داره، دوربین داره، دوربین داره. اینجا که کلانتریه. اینجا که کلانتریه لعنتی. من خودم داره مون تو مغزاری، تو مغز شما رو میندازی تو این عجب مودی خفت میگی. شش جون خاله هیش. خسته نباشی سرکار تقبل الله. سرکار ببخشید اینجا کلانتریه؟ نه دیگه بیمارستانه. من نمی‌بینی تابلو رو اونبالا. کلانتریه درست میفهمه. یه لحظه اجازه بدید. آج آقا بیاتی، آج آقا بیاتی. بله. یه لحظه تشریف بیارین آج آقا. آج آقا بیاتی از خیرین محل هستن. بله. حقیقتش دنبال یه ملکی بودن که بکوبن می‌خواستن مدرسه بسازن. ما رفتیم بنگاه محل به ما آدرس این ملکو دادن. آج آقا بگو کارتون. بله ما می‌کوبیم. بله. ما می‌کوبیم. از ما با فونداسیون می‌سازن. برای کیا؟ برای محرومین و مستضعفان. برای کیا؟ برای کسایی که خدا به هر حال نگاه برای بچه‌ها. بله. در صورت فکر می‌کنم آدرس رو اشتباه داده بنگاه دیگه. نه دیگه اشتباه نداره. ما سه تا کوچه بالاتر می‌نشستیم. کنارمون گود برداری کردم دیوار کلانتری. گود برداری بیموقع. بله درست میگی. بله اومد چند روزه؟ پنج روز. پنج روز؟ آره. پنج روز زیادم نیست. پنج روز واقعا زیاد چیزی نیست. اصلا چش گامه میگذره و آزر کن میگذره. چشم هم بذاری سربازی تام شما خسته نباشید. آجا هم اشتالی یه جای دیگه کار ما یه جای دیگه میکوبیم. من میکوبیم. بله بفهمه بفهمه. خسته نباشید. ببخشید و به نلای توفیق خدا نگهدار. چرا دور صبح کوماری این چه پیشنهاد گوهی بود داری؟ آقا من پوشت اصلا تو کرده بودم تو کردی وقتی نمیدونستی پیشنهاد آقا من پیشنهاد دیدم تو چیکار می‌خوای آقا یه گوهی می‌خوردم این نهیدی من اون چقدر توصیه کرد که حقیقتا چقدر توصیه کرد آقا چون من چیکار کنم موری بوده چی گفت آقا یه سوسی برای من خودم الان قرونش بهت نمیدم تو بی خود خفت می‌کنم من هیچ کاری نمی‌کنم من هیچ کاری نمی‌کنم آقا پسرم ای پسرم تو تهرون نری برو سراغ اون فکر کن به سکالت مرده با منم بغل بابام میکنم بردی من مرد تنهای شبم مهر خاموشی بر لبم اینا که نرفتن چجوری دارن برمیگردن همه فاضلاب رفتن تهران فاضلاب داره چه میدونم یه رادار رو پیدا کردن کوچه که بنبست دور تا دورشم خونه است چرا؟ چرا؟ خب عینک زدم نشناسن دیگه ما رو مال کیه؟ حالا موری شر میشه نه آشناس بگه کسان چیه؟ زهر مور نه این همه را اومدن اینجا که بشینه معلوم میشه تا اون موقع من بدبخت میشم تو برای چیز مهریه چقدر وقت داری؟ 15 روز دیگه نریزم باید برم زندان. آقا لباس سربازی بریم تو چی میشه؟ به چی میگن خوش اومدی دیگه چی میشه؟ خب دیگه میریم تو میگی ما سرباز جدیدیم. دیوونه شدی؟ اه مگه سربازی نرفتی معرفی نامه نمیخواد؟ خب جل میکنی. خب باید یه نامه ای باشه که جلش کنی. اه آقا تو فکر نکن اصلا. خب بریم نامه رو بابت میگیریم. بابک میگه چیکاره است سرباز دیگه آقا سرباز چیکار میتونه بکنه اینجوری باشه من درجه دار رفیق دارم حسن امانی میشناسیش که نه اون بابا این اونجا کار میکرده تو دفتری بوده همونجا که سربازا رو منتقل میکردن میتونه بهمون نامه بده خب اگه بگی برای چی میخواین چی بهش میگیم بهش میگی خب اونم سهم میخواد که بهش نمیگی خب تمام شد دیگه یه فکر درست بکن نه خب میگیم یعنی اینو نمیگیم یه چیز دیگه بهش میگیم یه راه حل براش پیدا میکنیم دیگه آقا من نمیدونم خودت میتونی درستش کنی آره بابک با تو با من الان بابک کجاست؟ سر کار دیگه. خب یه زنگ بهش بزن. اینا رو چیکار کنم؟ اینا کوشن. آخ 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 اوف.
انصافاً بود. کجا این تو بابا؟ آقا یک مرد حسابی، مگه ما اومدیم ماساژ ما رو آوردی اینجا، اومدیم کارمون رو انجام بدیم. اینا پای من حساب میکنه. بذار این تو. کجا؟ پاتو بذار تو اینا. چیز نیست. چی بود؟ متوسط شبا فیلم نمیدونم. خانم کوفت اسمیام زیر چینامو روشو بمون دیگه. فوت ماساژ همینه دیگه. آقا اصلا کفه پاشو نمال. بابک همین که داری میمالی بگو ما باید چی کار کنی بالاخره. گفتین. چرا میخوایم برین اونجا؟ میخوام زبون ما رو نفهمه. یو اوکی؟ آ اوکی اوکی. فهمید که کرک نیست. داداش اما آقا برادر نفهم آقا تو فکر کن آقا تو فکر کن اصلا یه امر خیره اینقدر سوال نکن دیگه من که سربازیم تموم شد پس نامه رو نمیتونم جور کنم این کاره نیست تو میتونی به من بگی که اصلا کلانتری محل ما سرباز میخواد یا نه اینو میتونی به من بگی آره اینو برو همینو بفهم آقا بچه یس یس آی ام گود ا لیتل پرس پلیز آقا وقتی نمیتونه نامه بده دیگه به چه درد ما میخوره که کلانتری نیرو میخواد یا نمیخواد صاحبه بردار من چه حرفیه تو داری میزنی چی گفتم آقا اگر ما بدونیم سرباز میخواد میریم بسات رو دوتاش نمیگیم میبریم تو خونه قایمش میکنیم میریم جای اونا میگیم سلام علیکم با جای اینا اومدیم بابا دیوونه شده چی رو میریم میگیریم میگه سلام علیکم آقا سربازا رو میریم میگیریم دیگه سربازا رو کفتر رو بندازیم تو خونه همه کلانتری ها اتوماسیون شدن نه یعنی کلانتری ها به هم وصلن اطلاعاتشون میره تو هم اوف ما مجبوریم بریم تو اون کلانتری مجبوری میفهمی همی چی؟ میری ببینی اون کلانتری سرباز میخواد یا نمیخواد همین اصلا سرباز هم میخواد نامه باید داشته باشیم یا نه؟ اون نامه تو هم میدی دیگه من از کجا باید بیارم؟ ایک بابا این همه مدت خدمت کردی اینو سرفک تو در نگری بردار جی خودی جل کنی بده بابا الله اکبر مردی حسابی تو جلم ملد نیستی موری برای چی اومدی بسراغی؟ آخه مگه شهر هرته مور امضای کارگزینی باید بخوره پاش خب درک من چه میدارم اونو دیگه خودت برای من میزنی چرا من باید این کار برات انجام بدم؟ یاد نیست اینو میکنم برای تو کردم چه سفید؟ خدا شاهده من یادم چه کارهایی برای این کردی یاد نیست من این کار برای تو کردم؟ بابک بی چشم و روی یاد نیست من کار رو برای تو کردم؟ آقا بابک توف دروت ببینیم شب میام جلوی در خونه تو اگه این کار برای من کرده بودی که کرده بودی اگر نکرده بودی من خودم میتونم این موری اه موری؟ نمیچه بابک خب بذار ماساژ بدم ماساژ تموم بشه نمیخوام بابا مثلا دوست دارم مرد من دست بزنم بابا این اخبارش بده ببین اصلا نمیذاره منم دست بهش بزنم عجب سلام خوبی سلام خوبی این چیه پوتینه نمیدونی من میگم گفتم ما میخوام بریم تو کلانتری لباس سربازیه دیگه با کدوم نامه میخوایم برین اون تو آقا تو به نامه چه کار داری میگه نامه تو بخوام بگم اینم سرباز داره کلانتری میخوان یا نمیخوان همین سرباز میخواد کلانتریتون 5 تا هم فرستادم که نمیدونم آقا پس تو چی میدونی اونی که گفتم اون میدونم با اینکه 5 تا سرباز هنوز نرفتن کلانتری چرا؟ رفتم مرخصی. این که خیلی خوبه که. آقا چیش خوبه؟ تو برین چی حرفیه تو میجوری؟ حرفی زدم میگم چیش خوبه. دیگه. آقا ما میریم جای اونا میگیم ما سربازیم. از مرخصی اونو استفاده میکنیم. ببین بابک ما هر جوری شده بعد بریم تو اون کلانتری چه تو اون نامه کوفتی و بدی چه ندی ولی بعد وقتی ججلگه اون نامه رو بدی یه پول کلوف گیرت میاد. کلوف؟ آره. چقدر؟ 10 تومن. ببینم مگه چی اون تو داریم؟ بابا به تو که؟ معلومه چیز با ارزشه 25 این خدا با که بابک مرد و مردونی توف دروت ببین یه دقیقه صبر کن حیف که چیزم دستم لایه دره وگرنه بهت میگفتم 25 تومن ولی یک کمه بیشتر بکنی من خدا با که نیدم میدیم لیلی بلالا این ناز بابا بلش کن 25 تومن میدیم آقا سک خورد 25 تومن تمامه نامه رو که میدی؟ نامه؟ آره بابا بیا. این چه موزماری دو صد رو علاف کرد این نامه است بابا نامه اینجا همه ما رو کشونی بردی آوردی و من الان داری به ما میگی اصلا من خود ندیدی شو خیلی خوب دیگه بابا نه یعنی میگم اصلا این کار میگه به کارت هم دیگه میگم دیگه نه خب بابا سلام خسته نباشید کردیم بچه زرنگ شهر شدین ها داداش ما فکر نکردیم بچه زرنگ شهریم ولی شما بی خود دنبال ما را افتادی خانم محترم اصلا چیزی که شما میخواین دست ما نیست تمام معلوم میشه فقط معلوم شد دوام نشون بدین شما خیلی دلم میخواد شما دنبال چی هستین شما بیارین تحویلش بدین من خودم بازش میکنم نشونتون میدم عجیبه باز شما داری حرف خودتو میزنی من میگم اصلا چیزی دست ما نیست موری ها آقا بیا بکن این دست آره کجا میدین دست بابا داره مثل میزنه یعنی میگه مو نداره بیا بکن کجا میدین زنه ایمان جان آخه دیوونه است
شما دنبال دستین؟ واقعا دنبال دست دستی که بیاین دست 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 زن پادشاه پادشاه؟ از هر چی ولش کن فقط 20 میلیارد میارزه ها 20 میلیارد؟ میلیارد میلیارد اول فصل گرونم هست مف ندیم بره نه مف که نمیدیم اصلا شرایطش بد باشه آراستون باشه که مف بدیم اصلا ما چیو بدیم اگه دست آبود که ما تا الان دست به دست کرده بودیم رفته بودن آقا اینا دست به دست کردن دست آقا ببخشید دوست عزیز خارج از بس این اصلا مرد بهش دست میزنه چندش میشه نزن بگو خانم اگه دست ما بود ما الان اینجا بودیم واقعا ما الان اینجا بودیم اصلا یه لحظه من اجازه بدین دوستان الان هممون خسته ایم بی خودی داریم وقت همدیگر رو میگیریم بریم بگیریم استراحت کنیم خب شما خود شما خانم یه ساعتی مقرر کن ما قول میدیم رسمون ساعت مقرر میایم بیرون شما دنبالمون کنید خب اصلا خانم شما شمارتون رو من بدید خود شما دوست عزیز شمارتون رو به من بدید ما اگه دستی چیزی دیدیم مورد بگو آره ما در طول روز دست زیاد میبینیم آره. اگه دیدیم همون لحظه من لوکیشن رو براتون سند میکنم آره. باور کنید جدی بلد سند میکنه قول میدم با اجازهتون خدا نگهدار شب بخیر خدا آقا شما شماره من نمیخواستید آخ بفرمایید مهتاب کوچیک شما صابر هم مرتضی شما ایمان شما بیشتر استراحت کنید آقا باید دیدم فقط ببخشید این هم خطی که دستتون جواب میدی فقط چند روز وقت دارم باید بفهمم دست اینا هست یا نه من مطمئنم یا دست خودشونه یا میدونن کجاست اگه نباشه اگه ندونن باید اکبر و احسان رو روح کنیم وایسا من باید برم تو ماشین چیز بزنم بیچارمو کردی با این چیز زدنت فردا 9 صبح شوخی نکن موری الان وقت شوخی کردن یعنی من نمیرم آقا من نمیخوام برم تو آقا یعنی چی مگه ما راه دیگه ای هم داریم برو لیست ببین اصلا من با تو رو خدافظی نکردم نمیرم موری مگه داریم میریم جنگ که خدافظی کنیم با تو جنگ بدتره که مثلا بیچاره میکنه سردار کلانتری آبجو رو میکنن فکر کنی به همین راحتی میشه با لباس نیرو انتظامی شوخی کرد آقا چرا خیلی بازی در میاری موری جان یه روزه درش میاری من گلم گرفتنمون نمیگیم نمره دستین که دستمون رو نشه میگیم آقا با رفیقمون شب بندی کنیم یه روز لباس سربازی بپوشیم میریم تو کلانتری خدمت کنیم نه کجا تو بودی الان تو آقا فکر کردم از دیشب تا الان مرد حسابی فکر کردی صابر بیگودار به آب میزنه آقا چه شرط احمقانه آقا شرط دیگه اگه گرفتنمون نباید بگیم دنبال چیم که بتونیم دوباره یه طریق دیگه ای بریم سراغش باشه باشه دیگه آروم باشه خیلی راحت باشه ببریم میذاری صبر یه اتفاق بدی افتاده چی اون چیه زدی به چشت چی زدم به چشت چیه چه عینکمه نمیبینی با عینک میخوام بری تو کلانتری برای چی معاف شدی تو برای چی معاف شدی صبر من نمیبینم موری بدونی آقا اگه رفتم تو گفتم تو که عینک داری میتونی معاف بشی برای شما تیکت چی میخوای جواب بدی حالا عینک من تابلو نیست که عینک من معمولی تایسه کنی نیست که مثلا چرا میگی عینک رو بردار بود انجا برو بالا انجا برو پایین انجا برو چی خیلی خوب من اینو بردارم تو تارا رو تشخیص نمیدم آقا هر موقع من تارا با هم دیگه بودیم حتما عینک به چشت بود خفه شو بابا حواسم به دست عینک بردار یه روز بیشتر نیست خود میبره خود نکنی موری نه حواسم اصلا موری من هیچ نمیبینم الان خیلی داد بشه اینو بردار میام بگیر وحید سالارزاده قربان صادق رحمانیان قربان چرا دوتا؟ پس چند تا؟ پنج تا آه نه یعنی که بله ما 5 تا بودیم فقط 3 تامون رفتم مرخصی قربان من و رحمانیان با توجه به اینکه احساس کردیم نظام بهمون نیاز داره و اینطوری ما اومدیم خدمت اونا هم برمیگردن بله من با آمادگی کامل بدنی و جسمانی اومدیم برای عملیات خیلی خوبه بچه کجایی؟ شهرستان میدونم شهرستان کجا؟ آب یک نظر آباد اشکرت همه حتی بکرد اسکندری
اینا سربازای جدیدن. اینا رو با سیستم چک کنیم. ولی سیستم هنوز بس نشده قربان، بچه هم فول دارن کار میکنن. ولی بعید میدونم بعد امروز بشه. پای مطلبی کجاست؟ گشت. اینا رو فعلا بفرست پاسدار خونه. چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چه آقا صدا تو بیار پایین. چه خبره تو اینجا؟ اسکندر گیری رو در واده کنم دست بایین. یواش آقا صدا تو بیار پایین. خمسه ما رو بریم چه رو بردارین؟ من رو نگاه به جون خرش بپایین رو خسن آقا خیلی نگ ندارم شجا بر رو بردارین من رو نگاه میکنین یه کمک کنین بند پایین. آقا یواش تر گفتن صدا تو بیار پایین. یعنی چی؟ با متهم بدرفتاری نکنی؟ برای چی شما که قیل کنم برو عزیزم برو دستتو به من نزم برو حقه باشه برو برای من نگم با متهم بدرفتاری نکنی؟ ما نیستی بیا آفت جمع بشین جمع بشین آخ سامر سامر چرا؟ گرفتن شدی؟ سامر اونجا یه رفتن خواهیم کنیم شده بازداشت کنم من هم میفرستم چه دارم کنم 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 بابا اون جنگ اتاق نداشت چی نمیشون به اینه که دمزدی اونور نه اونجا برو من میشم برم ای آقا صابر یعنی صابر خر کیه راست صحبت کن این با شما نه ما تنها من آقا به خلافکار بها نده اسکندری جان خب به کجاست آقا اسکندری طبقه دوم چش من خرم نه تو خر نیستی تو سالار زاده تو که میدونی من صابرم جوری چون تا خراب کار به من میگه خر حرمت صابر اگر گاف بزنی بیچاره ایم خیلی خوب خودم واسه من سونم خاطر من میگی خیلی خوب کجا داری میری برم والا نمیخواد بری الان واسه امتحانات کنم ببینم چی امتحان کنی صابر سالار زاده بله آفرین ببین اینجوریه حالا تو من امتحان کن رحمانیان بله موری ببین اینجا که دیگه زنبور دستم که رفته گیر کرده زیر یه سری خلافکار که خدا ازت نگذره آقا به من چه ربطی داره مگه من گفتم اونجا بشه بازداشت تو گفتی بزنین اینجا بابا یه گویی خودم اون موقع تو حالا دل نمی کنی همه چایی داری میگی اون چی بود تو رو شناخت چه میدونم دو نفر دارن حمله میکنم به من چه مقدم قدم برش مواره بس کردم خیلی خب برو بالا برو حرف بزن برو بالا حواست جمع باشه برو بالا برو صابر وای وای ببخشید ببخشید من چرت زدم مطمئن اینا بیرون نرفتن یا شما هم تو چرت بودی پلکم نزدم من اینا یه راه دیگه میرن میان راه دیگه ای نداره یا بعد از این در بیان برن بیرون یا از پشت بون که اونم تش میرسه به سر کوچیک ما وایسادیم اینا خونه نیستن برای همینم من مطمئنم این چیز دست خودشونه شماره پسرایی که گرفتی زنگ بزن بهش تو تا حالا دیدی من از کسی شماره بگیرم شمارمو دادم بهش تو نیستی اصلا دستا کجاست اون دوتا دستای خود چرا بی صدا شده رنگی قصه های میگم اسکندری این بازداشتی ها تا کی پایینه چطور؟ خب بنده خدا جاشون خیلی تنگه دیگه دیدی که چجوری چپیدن تو هم اصلا دقت کردی او پا میاد بابا یه دوتاشون که منتظرن وثیقه بذارن آزاد چند صبح از اون برن بایی نذاشتن چی؟ چه میدونم اون یکی بود که تو رشته بایی گرفته بود خب با یکی دیگه میمونن اینجا صبح اینجا میرن ببینم اونی که من رشته بایی گرفته بود برای چی پایینه؟ کتاب خطی خریده عتیقه تو کار عتیقه؟ آره. لجن اسکندری بله بابا بیا اصل جنسو نبردی شما اش گرفتی؟ پس دارم به کی زنگ میزنم خاموش لعنتی مطمئنی شما رو خودشه؟
صابر نصب ماهواره مگه چند تا توی این محل هست؟ شما رشید داد دیگه. این دفعه هم قرار 30-40 تا از این جوونا هم سن ایشون دور هم جمع بشن شادی بکنن. خب این وسط قرص میخورن، نجسی میخورن، گل میکشن. علف خوب. شما تا الان مهمونیشون رو رفتی؟ نه خانومم اجازه نمیده. یعنی البته خودم اصلا اهل همچین کسافتکاریایی نیستم. آرما. چند بارم ارشادشون کردم تأثیر نداشت. به خاطر همین به عنوان یه هموطن وظیفه خودم دونستم که بیام لوشون بدم. آخه برادر من، شما وقتی تا الان همچین مهمونی نرفتی از کجا میدونی چه خبره؟ ما که نمیتونیم همینجوری نیرو بفرستیم خونه مردم. بله بعدم اصلا دیگه میگن چهار دیواری اختیاری دیگه، به شما چه ربطی؟ یعنی دیگه بابا مال ده شماست لو دادن. باشه بابا. جناب سرهنگ وقتی که اینا میان برن بالا من طبقه اولم میبینمشون، بعد فردا صبحم تو این کیسه زباله‌هاشون شیشه‌هاشون هست دیگه. آقا این چه دلیلیه؟ شاید شیشه آب لیموه مرد مومه، شاید شیره خوش میخوره بچه‌اش، شیشه شیره بچه. آقا شما آدرس یادداشت کن، ما همین امشب نیرو اعزام میکنیم اونجا. من انگشتم هتل هستم. آقا ما میخوایم برن انگشتشون خوب شد بیان. نه همین الان آدرس رو میگن سالارزاده یادداشت میکنه. بله. تو بی سیم منو کجا داری میبری؟ هموطن بگو. آه قربان ببخش، خواهی میکنم. برو به کارت داری. چشم قربان. رحمانیان، صدفان رحمانیان. بله بله. تو اتاق خادم بودم، گفتم میخوام بریزن یه مهمونی تو محل بگیرم. خب بریزن به ما چه ربطی داره؟ بگیرن به ما چه ربطی داره؟ دیوونه شدی؟ خب بگیرن که 20 سفره اون مهمونی میگیرن، امشب میریزن توی بازداشتگاه خنگه. فوش فوش فوی فوی. چی کار باید بکنیم بالا؟ وایسه 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 داداش، وایسه 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 همینجا داشت یه دقیقه سر کوچه وایسه. من ببخشید آقاتون هستن؟ آقامون کدومه؟ مثلا شوهرتون هستن؟ آقا اشتباه گرفتیم، من اصلا شوهر ندارم. ببخش می باید من یه مرد پیدا نمیشه جواب منو بده؟ سرکار با واحد پنج کار داری؟ بله در خدمتم. چی شده؟ افسر جو قطع کن، من خودم اومدم. افسر جو قطع کن، مثل اینکه خودشون تشریف آوردن. ببخشید. باشه. چیزی شده؟ شما واحد پنجی؟ بله با اجازه. امشب اینجا چه خبره؟ هیچ خبر خاصی نیست. پارتیه؟ نه دیگه نه با یه مهمون خانوادگیه. مهمون خانوادگی مستماسی رو چیپس خریدی؟ سالگرد ازدواجمون هم با افسانه؟ بله. افسانه گفت شوهر ندارم که. چرا چرت و پرت میگی؟ به من هیچ ربطی نداره. فقط اومدم بهت بگم که امشب کلانتری میریزه اینجا، مهمونی تو کنسل کن همین. آخه برای چی؟ برای چی؟ من نمیدونم. من دلم برات سوخت، گفتم بیام بهت بگم. ببین میریزه اینجا لود دادن و بدبخت. لوم داد؟ کی لود داده؟ نگیر کسی ها. واحد یک. ایرجی؟ ایرجی؟ سگه چند روز دیدی؟ رجی دیدی؟ آقا چه بودم خردی هستی بیشور نامرد؟ من اومدم اون لو دادم تو بخوای منو لو بدی؟ اون یه کلمتر پدر منو دارم میارن. آقا نه ترسین، 10 بار خودش با من اومده مهمونی، یه بار دعوتش کردیم سوخته ما رو لو داده. واکم اینا ببین آقا هر کار غلطی میخوای بکنی بگو، فقط منو لو نده. جون مادرت منو نده. افسانه جون با اجازهت نیست. هیچی افسانه جون، این رجی دعوت نکن، رفته با کلمتری لو داده. الانم هر چی زنگ میزنم وا نمیکنه. این درو میزنی؟ آقا رضا. آقا رضا، خوب آقا رضا، دم مردی که برای چی منو لو دادی؟ کی لو دادی؟ داشت باشه بریم، بودو سوار شو بریم، بریم دیدی گفتم مرتضی نیست؟ خیلی شبیه این پسر مرتضی است. آخه اگه مرتضی بود اون تو چی کار داره؟ بابا دیروز اومدن اینجا لب جوب نشستن. یه دقیقه وایسا. چی نداریم اینجا همچی کسایی. من که گفتم بیا بشین. چرا وایسادی؟ و دو هفته سلاف تو هم برم به کار زندگیم برسم. اینا هم هر جا باشه شب برمیگردن خونه دیگه، من تو اون موقع میام. بیا بشین، علاف منی تو، اصلا چه کاری مهمتر از این داری؟ آره بابا بیا بیا، هر کاری داری با هم میریم، زود تمام شد.
اسکندری سویچ. شما دوتا ما قربان. بله بفرمید. شما پدر جان خوش ببینید. بله قربان. رحمانیان سالارزاده آماده چی می‌خوایم بریم بیرون؟ قربان ولی جسارتاً جام سرنگ خادم به ما دستور دادن تو پاساخونه بمونیم. بله قربان هنوز اتوماسیون نشده. بله اتوماسیون سالارزاده قربان بهش بگو خیلی حرف میزنه هنوز نیومده. رحمانیان ببخشید. رحمانیان بله قربان رانندگی بلدی؟ بله قربان تقدیم به شما. خیلی ممنون. تو هم را بیو قربان قربان بهتر نیست که یکی ما به خصوص من بمونم اگه اتفاقی تو کلانتری افتاد دفاع کنیم؟ میخوایم بریم دو تا کوچه بالاتر زود برمیگردیم. آماره یه خونه رو دادن انبار ماهواره است. بجنبیم. ای نامردا. یواش رحمانی ها. واردیم به کوچه تنگ و اینا. کوچه تنگ واردیم. 14 هم سر 16 هم میگرده. 16 هم آقا؟ بله چه. من بفهمم کدوم یکی از اهالی رد ما رو زده به اینو راپورت داده. ببین با ما همسایه‌مون اصلا همچی آدمایی نبودن که این همه دیش و الیمبی رو چیکار کنیم؟ رحمانی هم بله قربان چی میگیم پچ پچ میکنیم؟ بیاییم پایین دیگه. کشم قربان قربان این حرف زیاد میزنه. بله من حرف زیاد میزنم قربان. سالار زده. بله قربان. تو زیاد حرف نزن. زیاد حرف نزن. بله قربان. سیگه نیست. گفتم قربان. خوش شانس قربان. بدارم جوازی. قربان فکر کنم بمبست باشه. آه من حرف زیاد میزنم آقا ببخش. داری میشتم تو خونه هستن زاغی؟ یعنی زاغی که صافت تو زاغت زاغت توف. سلام علیکم. سلام علیکم. من نمیدم 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 اینجا یاله من تو کسی میدنید بگو دیگه قاید باش من زن زنم جا زنگ نیستن که پولیس باز کن لا آبالی پیش میبرم اینجا نمیتونی فرار کنی. این سین سین همه محله ریختم بیرون. من دو تا دختر دارم از طبقه بالا قشنگ حیاتشون دیده میشه. شلوارک میپوشن بالای زانو تو حیات رفتم. محاصره. من که نمیتونم چشمای دخترمو چشمم ببندم که. بله. خواهش میکنم اینا یه جوری جلوش میکنن. میان. بله بله میان. شایدم تو باشم. بله. پس میان. بله. قربون شما. بله. شما بفرد. باشه قربان شما. نیستن سالا مردان نیستن. قطعا نیستن. رحمانیان. بله قربان. منو برسون کلانتری. تش قربان. ما بریم قربان. تو کجا؟ کلانتری قربان. سالا زده. بله قربان. واسه اینجا اینا که اومدن بهشون بگو بیان کلانتری. تنها قربان. بله قربان. نه مار. سالا زده. بله قربان. بشو زیاد حرف نزن. بابا حرف نزن اینقدر دیگه جلوی سلمان. عزیز من داعشی که نیستن. چهار تا دیش ماهواره این منو ور کردن یه شلوارک پوشیدن. اومدن بهشون بگو بیان کلانتری برید. چش قربان. قربان میخوام اومدم با همون شلوارک بیارم درس عبرتی بشم برای دیگران. نه خیر بگو شلوار بپوشن. اصلا میپوشونمشون قربان. چش. بابا بپوشون. بپوشون. رحمانیان. رحمانیان. بچه نمیری تو. آقا اگه اجازه بدید من بنزین بزنم بیام. بنزین نداره ماشین. بجون زود برگرد کار داریم. چش قربان. پیاده شدی که کجا داری میری؟ خب من یه کار فیزیکی یه کوچولویی دارم برم انجام بدم برگردم. بجون بجون بفهم. شما بفهم خب. در ببر. ماشین رو در شما آمدم. ایبونه شو ماشین نه 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 گفتم میخواستم دو در کنم. اشتاری سرت کنم. اینا رو چی کنم؟
اینا چیکار می‌کنن؟ دارن که دارو اینا رو تو زیرزمین خونه‌شون یه هفته نگه دارن. آواز لازم نیستش که وقتی کسی نه تو خونه کی می‌فهمه؟ بچه تو پرسنگو اینا یه دقیقه خودت به ورود می‌گیرن گرفتن چی؟ من حوصله ندارم بشینم خودمون کشک خودمون رو بدیم خودمون که میان خودمون بگیریم خودمون رو دست کنیم. خیلی خوبه تو همه سلام. خوب چرا من ریختم؟ نه که اصلا خوب نشد. ما نمی‌خوام بگم این لباسا چیه؟ حالا میگم بهت. چی میگی؟ ما رفتیم خدمت. خدمت خدمت چی؟ خدمت تو چند بار میرین خدمت؟ ما خدمت دیگه سربازه به حال نیست. دارا من میخوام یه پیشنهاد بهت بدم. دارا ما 2 میلیون بهت دادیم، یه کاری برامون میکنی یا نه؟ 2 میلیون تو کجا بود؟ آقا تو اینو بذار تو ماشین در رو ببند بیا تو رو بشنی. آره عزیزم بیا برای توضیح میده بیا. برادر جان چی کار کنی؟ بابا این بعد بره بگه من صابخونم که چی بشه؟ چرا این حرفو میزنی موری؟ ما تا به اینا صابخونه نشون ندیم اینا ما رو بهل نمیکنن که بعد تو ابد واسیم جلوی در کشکه خودمون رو بدیم. بعد کی بریم دستو پیدا کنیم؟ آقا به ذره تو رو تمام میشی تو رو عمرن این کارو بکنه. نگو این حرفو موری. چرا انقدر تو دست کم میگیری به جون آقا دختر دیوونت لاکردار؟ حالا قضیه این دومه چیه؟ دستتو نمیشوری عزیزم؟ نه یه لحظه اجازه بدیم ببین ما الان آدمای واقعی نیستیم دیگه، یعنی ما دوتا آدم جعلی ایم تو لباس پلیس. اونی که خودم فهمیدم اسمتونم علکیه. ببین چقدر زبله. ببین عزیزم کلانتری میخواد بدون اینجا خونه کیه، ولی ما نمیخوایم بدونیم بفهم خونه ماست، میخوام فکر کنه خونه توئه. میدونی چی میگم؟ تو میای میگی بعدش خطری هم برات نداره. 2 میلیون هم گیرتون میاد. آها که اون وقت منو به خاطر نصب و پخش ماهواره ببرن بازداشت. نه 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 شما رو که گوش نکردیم که ما که نمیخوایم شما رو تو خطر بندازیم، یعنی موری هم نمیخواد همچین اتفاقی بیفته. ببینید ما ماهواره رو جمع کردیم درسته، شما میبری میذاری زیر زمین خونتون، کی بعد شما رو ببره تحویل کلانتری بده؟ ما میریم چی میگیم؟ میگیم این خانم در عین زیبایی و اینکه تنها زیبا باش تنها زندگی میکنه هیچ چیز غیر اخلاقی تو خونش ما پیدا نکردیم. بله اونم ازت عذرخواهی میکنن، هیچ خطری هم برات نداره. خاک مادرم من عذرخواهی. آره فقط خودت باید تصمیم بگیری که به خاطر من میخوای این خطر رو بکنی یا نه. خطر نه نه نه، منظور من اینه که با آگاهی تصمیم بگیری که این خطر رو میکنی. آره بابا زهر نزن دیگه. آره ما زهر میزنه دیگه. زهر میزنه دیگه تارا خانم. بله آقا 2 میلیون مگه نه؟ میگم بدین تمایل. چش لباساتو نگفتین از کجا اومدین؟ میگم مرد نیستم اگر بدین. باشه باشه خب تارا خانم شما برو الان ماشین خالی کن بیا سر کوچه. بعد حالا بیا سر خیابون 14 همونجا که قرار میذاریم. آقا من که گفتم زر میزنم. آقا با اون زر با من زر با همه زر. اومد 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 خانم کارانی ادره بالا. سرباز سرباز با ماست. خواهرم بفهمی عجله کنی. بفهمی خواهرم اجابتون خواهرم فراموش شد. بفهمی بفهمید. بشین رو صندلی بشین بشین انجام هیجا بکنم جام سوا مطلبی اومدی؟ قربان چه تشفن؟ بله قربان چی شد؟ قربان حساب خونه رو آوردی. سلام سلام این بله قربان چه عجیب چه جاله تو ماهواره نصب میکنی؟ من؟ نه من به ایشون گفتم اصلا اشتباه شده. حالا معلوم میشه شوهرت نصب میکنه؟ من اصلا شوهر ندارم. تنها زندگی میکنی؟ نه میدین چه من دانشجو هستم توی این محله ما سری از این همسایه ها واسه من مزاحمت ایجاد میکنن و گیر دادن رفتم من محلشون نذاشتم ولی فکر میکنم که اونا سکسه اومدن برای من. باریکلا باریکلا چی؟ باریکلا که محلشون نمیذاره دیگه قربان. سلام زده قربان بهش بگو زیاد حرف میزنه. من زیاد حرف میزنم قربان ببخش. قربان خودشه فهمیده. قربان من یه جسارتی بکنم به نظر من این خانم اصلا گناهی نداره به خاطر اینکه طبق تجسسی که ما یعنی من تنهایی رفتم خونهشون گشتم. چی؟ رفتی خونش با اجازه کی؟ قربان بچه چجوری من میرفتم تجسس میگه اگه تو نمیرفتم خودش اجازه بگو. بله تو صابخونه اجازه نداره که نمیتونه بره تو. قربان چون که معلوم میشه سلام زده قربان ببرش پیش جناب سرنگ خادم. قربان جسارتا دیگه چرا ببریم وقت جناب سرنگو بگیر ما که مدرک نداریم. میگم ببرش پیش جناب سرنگ. خب خاصه ایشون نما کن با این برارویی که دارن تو خونه شما. سلام زده قربان میگم ببرش پیش جناب سرنگ خادم. چش قربان بعدم بیایم میخوایم بریم بیرون. بیرون چرا؟ بیرون قربان. بله بیرون پیش بازرسی. پیش بازرسی هم اینجا تو من؟ بله تو من. آقا جفتمون با هم دیگه؟ بله جفتتون باید بیاین. بله زدی؟ بله زدم قربان. تو اینجا چیکار میکنی؟ ببرش چش چش قربان. سالار زده قربان اون 206 نکمه دادیه رو بگو بزن این قربان اون دیویسی شو نگرد، نکمه دادی و نگرد، نکمه دادی
خانوم بیا بغل. خانوم بیا بغل. خواهرم خانوم مدارکتون رو لطف کنین. مدارک بعد چی جناب سرورم؟ شما لطف کنین نترسید. لطف کنین فقط تشریف بیارین در صندوق رو باز کنین. مگه چی شده؟ چیز خاصی نشده. اجازه لباس پوشیدنه. مگه چه جوریه؟ این چیه رو دستت؟ آدامز خرسیه با آفزال پاک. گیر چی میبینم؟ بفرمایید پایین، بفرمایید. بفرمایید در صندوق رو باز کن خانوم. باز کن ببینم تو چی. ای آروم‌تر تو. یا لحظه کنار وایسی. خانم عقب، خانم عقب دست بزن. حمله نکن. واسه شخصی نگاه نکن. واسه شخصی نگاه نکن. احساس خیال بده. آب رادیاتوره. اه؟ آب رادیاتور میذاری تو صندوق؟ دوز مگه گرفتی؟ حالا ببین کلانتری معلوم میشه. کلانتری باشی. خانم بفرمایید برید. وظیفه ایموز اینجا سطفان بیا اونه شدی بیا اینجا ببینم چی میگی اون چه آدم سازه میکنم آخان جمعگیر شدیم آمدیم دوز بگیریم به ما چرا تی دارین و چی پوشیدن موشون بیرون ایغنه میخواد دتو کنه که تا در یا هر چیز دیگه ای سالت زده رحمانیان چه خبر موردیه نه قربان رفت اتهام شدن تفتیش شد بابا ردشون کن برن ترافیک میشه اعمال قانونش کردیم قربان حرکت کنم حرکت خانم حرکت کن بفرمایید یه ذره حواستون به 26 های دیگه هم باشه بعد میگم خانم برو اگه نه اعمال قانون نمی کنم بیا ول کن بابا این مسخره بازی چه در آوردی یه روز ما این لباس تنمون رو بزنید نسخ نسخ دخترا رو بکشید مریم تو بعید نسخ بکشی نسخ دو تا جوونی که موشون بیرونه ما اصلا به ما چه ربطی داره مو یکی بیرونه مو یکی بیرون نیست مگه مسئولی نمیگن چهار دیواری اختیاری خیلی خوب بابا خیلی خوب مشکل جوونای ما اینه نسخ میخوای بکشی خیلی خوب سلام گوه خوردم دیگه بس دیگه یه دفعه ما کجا اومدیم یه دفعه ما خودمون دیروز اونور بودیم الان این ورش هستیم گوه بخورم سرقت مسلمانو بکنم بیچاره ما نصب ما باریم اینجا ما کارمون خلافه اون ما بریم ما مهندسی باش آقای مهندس باش بدون بسن خودت وای وای نکن کارمون کن وای دیدنمون 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 اینا اگه اینجوری هم پس این همه LMB و دیش و اینا تو حیات اینا چیکار میکرد؟ حتما واسه ردگون کنی. کجا؟ من میاد یکی تون اینجا بمونه. بله خانم قربان. بچه جون من چش دارم میخوام اون اشتباهی بزنم. بله خانم من اومدم. رحمانیان اومد قربان. وقتی لباس تنشون ماشین پلیس میبینن اسلحه داره اسمش چیه؟ Yo! Oh!
من آقا تیر خورده قربان بزنش تو قربان بزن الان میزنم شو زدمش آقا زدمش سرم افتاد اونجا آقا اونا خودتو کنترل کن خودتو کنترل کن برو دنبال اون یکی تنهایی آقا برو هنوزم شک داری؟ چیکار میکنی؟ بیا اینجا چیکار میکنی؟ وای قربان خون اومده دست تو. آره ای وای پیران تو پاره شده گلوله خورده سالار زاده من نیروهای کمکی رسیدن بله قربان رسیدن رحمانیان مرد؟ رحمانیان مرد چی داره میگی سالار زاده؟ دنبال سارقین رفته بالا برو کمکش دستن ها دست قربان قربان من نمیم من موافقم و تعمل نمیزم قربان سالار زاده میگم برو قربان امکان نمیم سالار زاده زیاد حرف میزنی قربان دوام میگم دنبالش قربان دوام میگم برو کمکش کن چشکن دستن هاست نامرد و قربان رو زدن بسا کسافت من که نگفتم قانون چی گفت بحشی بحشی حالا تو پشتک بزن ببینم میتونی پشتک بزنی سامر مرد سامر مرد دستت که ببنم چه چیلی مردم خورده به دستت بابا هوچی بازی در نهی پشت باید بریم سراغ خود دسته توف درود بریم سراغ دست من دستم قد داره میشه یه سی باید بیار من اینو ببندم بابا هوچی گری نکن بابا این توره نگاه کن ببین اینا نگاه کن چی قد تلاهه جمع کن بریم باید اینو برداریم بریم جمع کن بریم بابا پایین پر ماموره خب درکی ماموره اونا که نمیدونن ما کی هستیم ما جلی هستیم اینا برمیداری به خودمون یه دره دیگه میری پایین اینج خدا اینا 2-3 میلیارد بیشتر نمیارزمون دست 30-40 میلیارد پولشه صبر الان این دست ماست اون دست مهم نیست همین که دستمونه مهمه آقا اینو بکن تو گوشت من برای اینا تیر نخوردم من برای اون تیر خوردم ما امشب بعد اونو در بیاریم فهمیدی ببین امشب تو رو میبرن که اینا تو دست تو در بیارن من میرم اونجا سربازای واقع میان لو میرم پدرمو در میار تو بعد اونو در بیاری فهمیدی خیلی خوب شانسمونو نمیبینی هرچی هرچی قایم میکنی یه چیزی میشه اینا الان اینجا قایم میکنی فردا میشه آگاهی من میمونم تو یه کلانتری یا آگاهی اینو میخوای حرف منطقی اومدن مرتضی دارم میان ما باید این کیفو تحویل بدیم تا تو بیمارستان تیرو از دست من در میارن تو اون دست از زیر خاک بکشی بیرون خیلی خوب مکرتم پاشو بریم من که گفتم اینو باید اصلا ببریم تحویل پلیسا بدیم مثلا چه کاری ما میخوایم انجام بدیم پاشو داداش پاشو اصلا تا من برمیدارم پاشو بریم یکیشون تیر خورده میبینم چیکار کنم وسط این پلیس کاری نمیشه کرد برو سمت کلانتری بالاخره اون یکی میاد برو دیگه دست زن میفتی گردنمون زنده هست بلش کن ببینم دست بزن تمام مریم میدم بشین میبیننمون سرکار اینجا با این هست سرکار سرنگ میگه چیزی به اون میگه روزی وقت کرد Thank you.
سلام خانم سرکار تار ببخشید کجا میبرید سرکار خانم؟ سرکار فوتویی نیست میبرمش طبقه پایین اتاق مشاوره منتظر باشن تا بیاد. خانم فوتویی برای چی؟ سوء سابقه دیگه. نه من میبرمشون. بیا نه نه جان من میبرم. من میبرم. نه 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 واسه شما زحمت بشه بذارم میرم پایین دیگه میبرم. برو 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 بفرمایید سرکار خانم بفرمایید. بله بفرمایید. شو چه نفتی شده موندی پس؟ شهر هرته معلومه رئیس کنوگری حرف منو باور نکرد گفت بزنگ میده همسایه که لوشون داده بیاد یارو اومد نگذاشت نفرش که بزنگ نمیشناسه این صابخونه نیست دروغ میگه تو چی گفتی بهش؟ چی میگفتم؟ گفتم نامزدشم ولی گفت من اصلا تا الان نیدم نمیشناسم خب خوب کار کردی الان نیستی بعدن که نامزد میشی؟ چرت و پرت چه میگی؟ صابر کجاست؟ چی شده؟ گوله خورده تو عملیات گوله؟ عملیات؟ کجاش گوله خورده؟ دستش خورده جای مهمی نخورده شما داری چه غلطی میکنی؟ من آوردی اصلا اینجا چه کارم کنی؟ بابا کارت نمی کنم دو دقیقه اینجا وایسا دندون به جگر بزن من خودم میدونم چیکار کنم دیگه یه دقیقه صبر کن اینجا نمیشه یه دقیقه صبر کن چطوری که من نمیرم نه 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 تو بیت بابا اون سنه الان برمیگره باید ببین تو اینجا جن نداره که جن؟ میگم نداره میگم نداره برو تو برو تو برو عشقم برو جذاب برو جذاب ببین آقا من دیگه نمیشه ای زهر ما من نکنی اونجا بری من کار دارم شب مشتری دارم عشقم دو ساعت دندون ریگه جیگر جذابت بذار من الان برس دارم خیلیه رحمانیان بله قربان ازت انتظار نداشتم چرا قربان پسر گل کاشتی آفرین آها قربان خیلی من وظیفه بود قربان این مطلبی و رفیق دستش چی بود؟ سالارزاده قربان سالارزاده اوزاشون چطوره؟ خوب آقا فقط دفعه یه دونه گله خوردن ولی خیلی جدی نیست نه قربان فقط یه گله است ببین میدونم الان از مأموریت اومدی ولی ما اینجا نیرو کم داریم منم باید برم بیمارستان خسته که نیستی نه دیگه قربان پس را بیار ما ظاهرن رفیقان بس نارفیق بودیم هر پشت اعتمادی زخمی به خورمم این چی میگه؟ سالار زده کی میخونه؟ منم دیگه قربان نه منظورم این که کی خونده ها داری نمیشناسم من اینا رو این آشناس برای منم آشناس قربان پیداش میکنم این بود؟ خیلی بری تو مخمه ما ظاهرا به به راحت بشین راحت بشین جدای سروان ما چطوره میشه جان؟ خوبم خدا شد تو چطوری پسر شجاع؟ گل کاشتین آفرین حالا یکی چند تا تیر خوردین؟ من یه دونه خوردم قربان یکی جناب سروانم یه دونه من خوردم خوردم نوش جونشون صادق سالار زدن میگم نوش جون سالار زدن سلام سلام چه خبر؟ پرونده بسته شد؟ بله فقط یه سوال من از جناب سروان این دوتا سرباز بفهمین در خدمتم بکن سگ طلا چند تا بود؟ یه دونه یکی یکی چطور؟ طلا فروشی ادعا میکنه که سگ طلا دو تاست دوری ندار بسته هم اینو ثابت میکنه ولی ما یه دونه پیدا کردیم خود سارقین چی میگن؟ اونا هم میگن یکی ولی جور در نمیاد خب ما میگیم یه ساگ جناب سروان میگه یه ساگ سارقین میگن یه ساگ ایشون هم میگه یه ساگ بعد چون طلا فروشی میگه دو ساگ شما میگین دو ساگ دوربین و داره بسته میگه دو ساگ آقا نعوذ بالله دوربین اه شاید دو ساگ و یه ساگ کرده باشن طلای گم شده بیشتر از یه ساکه با اجازه شما تا روشن شدن موضوع این دو تا سرباز تو دسترس باشن باشه میتونم یه وقتتون رو بگیرم بله من مطمئنم اینا دارن بازیمون میدن شکم ندارم مربوط به چیزه آبا بده چطور؟ بابا این سربازه میگه اینا امروز تازه اومدن این کلانتری والا امروز اومدن یا یه روزی که چه فرقی میکنه مهم اینه که سربازن و الا نمیرفتن تو عملیات گوله بخورن که اینا اگه تازه اومدن یا جای دیگه ای سرباز بودن یا آموزشی اینا از 20 روز پیش دارن با ریش بلند و موی بلند تو شهر میگردن تازه مگه فامیل اکبر سالارزاده بوده که پسرش سالارزاده است چه اکبر دروغ گفته اکبر دروغ گفته آگهی ترهیم هم دروغ چاپ میکنه اونجا نگاه من امشب پتوی این ماجرا رو در میارم
نه نه من غلط کردم، اشتباه کردم واقعا. دو ساعت من تو پشت تاش نموندم. غلط کردم، من خودم امشب اینجا میبرم. نه نه همین امشب خودم میبرم. نمیتونی بری بیرون. یه دقیقه صبر کن، چی دارم میگم؟ چی میگی؟ یه دقیقه صبر کن، من میخوام یه کاری برای من انجام بدم. من دیگه هیچ کاری خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم یه کار برای من، یه کار برای من بعد انجام بده. باش می نمینم سرکار، مگه اینجا چشه؟ ریزش کرده داره می ریزه اینجا، بیا بیرون باید درستش کنیم. بیا برو ببینم دستشوی نمی خواد بیرون. بودو ببینم مستقیم بودو بر بیا آقا صادر هم کنید بزرش آقا بودو دیگه را بیف ببینم بودو بگم را چکنیم آقای خانمه میگم میگم عزیزم ببین اینجا یه خونه متروکه بوده، خب منو صابر آوردیم اینجا یه چیزی رو قایم کردیم. پس به خاطر همین لباس سرباز پوشیدی اومدیم این تو؟ آره بابای صابر یه چیز ارزشمندی رو داد ما اینجا قایمش کردیم. یعنی ارزش داشت صابر به خاطرش تیر بخوره؟ صابر تیر بخوره، باباش تیر بخوره، من تیر بخورم، تو بخوری، بابات بخوره، اصلا همه بخورن. میدونی چیه ماجرا؟ ماجرا اینه که من میتونم جای برای تو خونه بخرم، برای خودم خونه بخرم، میتونیم با هم دیگه ازدواج بکنیم، ازدواج کردیم کشتی بخریم، کشتی سوار شیم اینجا بریم پاتایا. میدونی چی میشه؟ چه اتفاقایی میفته؟ خوشبخت میشیم. حالا چی هست؟ یه عجیقه که 20 میلیارد قیمت. خاک تو سرت. چرا؟ من خواستی به من 2 میلیون بدی؟ عزیزم من که بهت گفتم 2500 همون موقع یادت نیست تو حیاط فقط داشتم جیب من رو تو نداره که من گفتم برات خونه میخرم یادت نمیاد؟ حالا کوشش همینجاست. من اینقدر نکندی بودم، من نمیدونم تو چرا اینقدر سفته. شاید اونجاست، اونجاست، چه میدونم، یه جای دیگه خاک کردی. نه بابا ما از همین دره اومدیم تو، اینجا خاک کردیم دقیقا جلوی پنجره. پنجره کو؟ اینجا پنجره بود، پنجره بود، پنجره بود، پنجره بود. نه بوده پنجره. شاید همون اتاقه که من توش بودم اونجا پنجره داشت. اینجا پنجره، نه همونجا اومده ما پله داشت، پله اومده اونم پله داشت اونجا پله. به وای خاک به سرم، یعنی ما تا الان رو گنج بودیم و نمیدونستیم. صابر میگم خودت چیکارت کنه. اب نداره ببین، من میرم اونجا، میرم اینجا اینو پر میکنیم میریم اونجا درش میاریم. خب بیا 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 تو اینو بگی دستت خط خش نیفته. بله الان میام عشقم، تو اینجا رو پر کن، الان من برمیگردم. خیلی باز بری؟ عتیقه رو ول کنم کجا برم؟ عتیقه من چی؟ تو رو ول کنم کجا برم؟ چیه؟ بابا یکی بیرون کارت داره. کی؟ یه خانم اومده مشخصات تو رو میده، میگه با مرتضی کار دارم. خودت بیا ببین کیه. ببینید اون آقایی که تیر خورد و نمیگم، یه آقای دیگه همراهش بود اسمش مرتضی، من خودم دیدم اومدی اینجا. بچه ما میگی نه اینا مرتضی، مگه اسمت مرتضی نیست تو؟ من صادق رحمانیانم، ولی بعضی از دوستان صمیم منو مرتضی صدا میکنن. چرا؟ خب ما مرتضی صدا میکنیم دیگه. من برم بیرون ببینم اینا چرا منو مرتضی صدا میکنن. بفرمایید بفرمایید بیرون، بفرمایید بیرون. الان برمیگردم. خاموش کن این لعنتی رو، جلو کلنده من این تو اینا پدر منو در میارن. خاموشش کن. چیز کجاست؟ نفهم بفهم من چی دارم بهت میگم. تو نمیفهمی، فکر میکنی ما نمیدونیم شما سرباز قلابی؟ کیم چی حرفی زده؟ کسی نگفته، بیا بریم تو کلانتری معلوم میشه. باشتا باشتا آقا باشتا، اصلا فکر کنی چیزه. آره شما فکر کنی چیز شده، من اصلا فکر کنم قلابی. اون چیز اون توه؟ اون تو؟ نه نه. خب پس کجاست؟ آقا اصلا من نمیدونم، من همه فکر و ذکرم پیش صابره. اونم اون تو گیر افتاده دیگه. من روزی عملیات کردم یه ساکی تلاکم شده، فکر کنم ما برداشتیم. بریم صابره در بیاریم، صابر خودش میدونه چیز کجا چیزه میده بهتون. بریم سراغ صابر، بریم سراغ صابر دیگه. روشن کن بریم سراغ. نه من نمیام، میخواد کردی نمیام. بابا دارم کلانتری، بابا بابا سیس سرنوشت شاش فورا. چه کجایی تو گروه؟ پدرم در اومده، اومده اتفاقی عجیب غریب افتاده. چرا؟ مطلبی کجاست؟ فکر کنم رفته دستشویی گردش بردی؟ نه بابا اون بازش که فکر کنم دستش اصلا دستش نبود، اون دست یه بازشگاه دیگه بود، فکر کنم دستش نیست. دقیقاً دستش آقا گرش آوردی؟ نه خب در نیبودی برای چی اومدی اینجا برای من دست بزنی؟ من گوشم بالا سرش به تارا گفتم. مجبور شدم، مجبور شدم، صابر نمیتونستم بهش نگم. اون خواهر برادر بودن دنباله بودن، اونا هم دقیقاً آوردن به اونا. ببین اونا خودشون فهمیدن. گوش کن،
کمتری میگه مرتضی داشت آبرو حیثیت منو یعنی چون گفته مرتضی بهش گفته 3 میلیون بابا چه خوبه بله من آوردمشون اینجا آوردی من بدون ماشین که نمیتونستم تو را اینجا دو در بکنم آقا تو میبریشون خونه گوش کن تو میبریشون خونه حواسشون رو پرت میکنی من میارم تو کمتری دارم میذارم میپچونیمشون خب گفت حرف زدم خفه شو خفه شو الان ببینم تو مطلبی نمیده ببینم تو چطور به همه گفتی بده من واسه بده کسافت تماس با اورژانس رمانیا کسافت زد تو بازم بله قربان اینجا چیکار میکنی؟ سر اومدم سر بزنم قربان تو دو ساعت هم نمیشه اینجا رفتی راست میگن دیگه قربان من پسر خاله‌ام دلم براش تنگ میشه کم ببینمش بعد شما یه علاقه بسیار زیادی پیدا سالار زاده حرف نزن دیگه اینقدر ببخشید من زر زدم دوباره آره کجا میخوای ببری من هم... قربان من بهتون نگفته بودم من وقتی تیر خوردم این تیر لعنتی به بازوم نشست روحی هم شکننده شد دارم میرم پایین خلوت کنم تنهایی من نیام با رحمانیان با هم میریم آقا بفرم بیا بریم مراقب خودت باش برو من دارم به سربان میگم من دارم میرم خلوت کنم تو بشه این هفته تو بزن هفته سنم یه ماشین پلیس دنباله من چی؟ مطمئنی دنبال ماست؟ فکر کنم آقا دنبال چیه بابا؟ چونی اینجوری دنبال؟ ببیش راست آقا چی میگی؟ آقا تونتر برو یعنی چی تونتر برو؟ آقا تونتر برو ایه چیه دیگه تونتر برو آقا برای من هیجان خود نیست دیوونه واسه در نهیری ما تو رو توی بیمارستان لعنتی فراری دادیم آقا مگه بیمارستان فرار دادیم مگه زندانش رو چرت و پرت میگی؟ بزن کنار صندوق چیکار کنم چی تو صندوق داری؟ بابا نهایی چه چاری درخ داری میگیره هشتا تا به شلاخ میخوری دیگه آروم بزن کنار بزن بخل بزن بخل برو نگاه بابا دیدی ما مکانیش میخوری حیات هم دست من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو تو الانم بهتون چیز نگفتم به خاطر خواهرم بودا بابا شما کم بابا من لطفا بابا من تیر خوردم انسان باشید بابا تو هم اینقدر لطف بازی نه از مؤدب مطمئنی چه سخونه است بازم داری بازیمون میدی تو بازی چی خانم چه حرفی میزنی شما من تو تلفن پیاده بکنید بری خونه چیزتون از صابر بگیری بله من ما وقت نداریم میریم خونه بابا وقت نداری منو پیاده کنی شما بریم من خودم میرم کلان تری اول چیزو تحویل میدی بعد هر گوری میخوای بری میری خب بس برادرها من خوبم بابا رحمانیان سرم پیاده شو صندوق چرا صندوق مگه چقدر تو عرق تو داری عرق چیه پایین شیشه کرک قلیون داری؟ گرس بگو به ما که دوفان تلاکی گم شده بود و یا اول پس میشه در مورد دست چی نمیگیرم پیاده شید در مورد دست چی نگه بدبخت بشه پیاده شید نزم گریه نکن اینه دخترها موسیقی رو میگم مثلا دو سال به شغال از دست دادیم آه خیابونا رو نمیزن برقصه تاکسی در رست کامه